قهوه‌ای درست کردم. بچه‌ها سلام. کیوان هستم از گروه سمور و امروز میخوام توی این ویدیو بهترین عطرای خنک دیزاینر مردونه برای اون دسته از آقایون که از گرمای تابستون دیگه کلافه شدن و ذله شدن رو نام ببره. خب میدونیم که تابستون هوا بسیار گرمه، تحملش سخته و خب کشور ما که تقریبا میشه گفت روی یکی از نقاط گرم جهان واقع هستش از این قضیه رهایی نداره. بنابراین من توی این لیست 10 تا عطر رو نام میبرم از 10 تا 1 که بهترین عطرای خنک مردونه هستن. توی این لیست سعی کردم هیچ گونه عطر آکواتیکی نذارم، در واقع عطرای نیمه دریایی رو یه خورده چیز کردم، وارد کردم، ولی خب عطرها معمولا فرش و معمولا سیتروسی، چوبی یا اسپایسی هستن و آکواتیک نیستن، به این دلیلی که عطرای آکواتیک رو توی دسته‌بندی جدا میخوام بهتون معرفی کنم. پس بریم سراغ 10 عطر برتر تابستون برای آدمایی که از گرمای تابستون کلافه شدن. عطر اول کلینیک هپی، همونجوری که از اسمش مشخصی عطر کاملا شاده و میتونم به جرئت بگم یکی از بهترین نمونه‌های عطراست که اسمش واقعا بهش میاد. عطر واقعا شاده، هورمون سروتونین رو در شما ترشح میکنه، انقدر این شاده. شما این عطر رو هر جور دلتون میخواد بزنین، میخواد روی کت شلوارتون بزنین، بریم تو مجلس دامادی، میخواین با لباس کژوال بزنین، میخواین حتی رو مایاتون بزنین، شیرجه بزنین تو آب دریا، هیچ فرقی نمیکنه. عطر خوشکاربرد، خوش دسته، فضای کلیش یه ذره آکواتیک و پرتقالیه و کمی هم تحبوی گلی مردونه داره. برای یه عطریه که تو سال 90 ساخته شده و یکی از پرفروشترین عطرهای کلینیک هستش و تنها چیزی که در موردش میشه گفت اینه که بیشتر از این که شبیه یه عطر باشه و یه هویت خیلی بارز از خودش نشون بده، بیشتر شبیه یه دئودورانت خوش دسته که همه از بوش خوششون میاد. عطر شماره 9 ورساچه، من اوفقاش یا اوفرش، همین که دندونه دندونه داره بغلش و من از شیشش خوشم نمیاد ولی از بوش واقعا خوشم میاد. یه عطر سوپر فرشه، واقعا خنکه این عطر و واقعا شوخ و شاد و شنگوله و میتونم بگم یه عطر اسپایسی خیلی نرم مرکباتیه که یه فضای چوبی و میوهی خیلی فانتزی داره. تا یه حدی هم منو یاد دوشنگوانا لایت بلو زنونه میندازه، اون یه عطر واقعا بی‌نظیر تابستونی برای خانوماست، اینجا نمیخوام بحثشو باز کنم. اوفقاش یه عطر واقعا خنکه، یعنی وقتی میزنیم واقعا فرش میشیم و حس میکنی که در واقع دوش گرفتی، نه انقدر بهتون حس خوب و مثبت میده. فقط راجبش بهتون بگم که زیاد نباید بزنین، چون خیلی هم میزنی اصلا یه حس در واقع چیز میده، کمیکال بهتون دست میده، ممکنه خودتون زیاد خوشتون نیاد. یه دوز خیلی مشخصی داره، 3-4 تا اسپری از این عطر کفایت میکنه. عطر شماره 8 باز از برند ورساچه، کمی جدی‌تر، کمی مردونه‌تر، کمی سکسی‌تر و یه خورده هم میشه گفت رسمی‌تر از اوفقاش. عطر ورساچه پرو که فضاش آروماتیک فوژه هستش، یه ذره تم کلاسیک داره، بوی هوای تازه رو میده، انقدر تر و تازه و خوب و براق و شفافه و یه خورده رسمی تر از اوفقاشه و در واقع با کت شلوار و فضای رسمی خیلی بهتر جواب میده. اوفقاش یه خورده خب کژوال تره، این یکی یه خورده رسمی تره. دقیقاً بوی فضای تازه، هوای تازه، این هوای کوهستان، این نسیم کنار دریا، یه همچین حسی بهتون میده و عطر واقعا خوش مشرب و خوش دست و پربازخوردی هستش. شماره 7 از لیستمون عطر ژیونشی جنتلمن کلون. خب ژیونشی جنتلمن میدونیم فلنکر زیاد داره و اصلا معمولا هم تو فضای یه خورده گرم و بهاری پاییزی، ببخشید پاییزی زمستونی سر میکنن عطرش، برسا مایه های دودی و اینا توشون هستش. جیونچی کلون اینجوری نیستش، کاملا رزماری، زنبق، مرکبات، برگ نارنج و اینا توش کاملا بارزه. فضایی یه خورده سافت، خیلی نرم، اسپایسی، کمی پودری، خیلی جنتلمن، خیلی موقر، آروم و بی درد سره، خیلی راحت میتونید استفادهش کنید. بیشتر فضاش یه خورده به رسمی میخوره تا کژوال، ولی خب عطریه که راحت میتونین با لباس اسپورت و کژوال هم استفادهش کنین. من ترجیحم اینه که این عطر رو با در واقع تیشرت های پولو 3 دکمه و یه کت در واقع کت تک خیلی لخت و تابستونی استفاده بشه. عالی میشه. عطر شماره 6 مون از برند کارون یا کاون، عطر یوزو. یوزو همونجوری که از اسمش مشخصه یه دونه نوت برتر داره به اسم یوزو، یه مرکبات تلخ و ترشه که خیلی خوبم این تو در واقع این مرکبات رو در آورده بوش و در کنار این یوزو یه فضای چوبی خیلی نرم، خیلی بی‌دردسر و رایحه انجیر توش کاملا بارزه. یکی از اون عطرهای خوب انجیری حساب میاد و میتونم بگم یکی از اون عطرهای واقعا بی‌وزن، ریلکس، بی دردسر، هیچ مشکلی وجود نداره، همه آروم باشین، همه چی اوکیه. تو اون مایه سطحش من خودم استفاده میکردم، برادرم هم استفاده میکرد. واقعا وقتی تو گرمای تابستون کلافه میشین و این عطر به مشامتون میخوره یا همه چی فراموش میشه یا همه کلا فشار میاد پایین، حرارت بدن میاد پایین، خیلی خوبه. شماره 5 از برند هرمس، همه دیگه عطر تق هرمس رو میشناسین، اشتباه نکنین، نمیخوام تق هرمس رو مثال بزنم. تق هرمس یه فلنکر داره به اسم او تق فراش یا او ترس فراش می‌نویسن که یه خورده همچین شیشه‌ش هم روشن‌تر و در واقع یه رنگ پودری روی شیشه‌ش وجود داره. خب همه تق هرمس رو میشناسن، اکثر آدما به اشتباه این عطر رو با محوریت وتیور میشناسن، ولی خب در واقع بازیگر نقش اول تق هرمس توی این عطر خودش بیشتر نشون میده. شمدونی تو این فلنکر و هرمس خیلی بیشتره، خیلی بارزتره و به همین دلیل یه فضای کلاسیکتر، یه خورده مردونه تر یعنی جدیتر و کمی هم گلیتر و چوبیتر داره و در این حال خیلی فرشتر از تق هرمسه. با اینکه شما تق هرمس رو توی تابستون نمیتونین بزنین، یا رو به راحتی توی تابستون میتونین استفاده کنین و برای اونایی که میگن بس دیگه تق هرمس همه جا تق هرمسه، این عطر میتونه شما رو نجات بده اگه همچنان تق هرمس رو دوست دارین و به خاطر اینکه زیاد شده نمیخواین بزنین. این یه خورده در این حال که همون زیبایی و همون وجوه بی‌نظیر تق هرمس رو یدک میکشه، یه خورده فرشتر و یه خورده در واقع متفاوت‌تر و امضای قدرتمندتری داره. برسیم به عطر شماره 4 از یکی از برندهای محبوب من تو زمینه اتومبیل، فراری برایت نرولی. البته فراری بهترین اتومبیلی که من دوست دارم نیستش، من لامبورگینی رو ترجیح میدم راستش بخوام و از اون بیشتر چند تا برند دیگه هستن که اونا رو بیشتر ترجیح میدم، ولی خب فراری یکی از اون برندهای مورد علاقه منه، همیشه دوست دارم یه دونه ازش داشته باشم، مثلا کلاسیکاشو. برایت نرولی یکی از بهترین و میتونم بگم دست کم گرفته شده ترین عطرای نرولی هستش. من چقدر سفید دیده میشم تو این ویدیو. یکی از دست کم گرفته شده ترین عطرای نرولی هستش. من سعادت اینه که دوباره عطر رو تست کنم و داشتم و واقعا میتونم بگم عالیه. یه عطر واقعا عالیه نرولی، یعنی بهار نارنجه، فضای فرش و خیلی نیمه گلی و خیلی واقعا عالی داره. کلا عطر ریلکسیه، کلا عطر بی دغدغه. در این حال که میتونه کژوال و اسپورت باشه، میتونه خیلی رسمی و با لباس رسمی و با لباس در واقع اداری هم پوشیده بشه. کلا هیچ کس رو آزار نمیده. البته خب مثل همیشه میگم سعی کنین اووردوز نکنین عطرتون رو توی تابستون، نرمترین عطران با اووردوز میتونن آزاردهنده باشن. حتی مدیرعامل یه شرکت بدون اینکه پرستیژش خدشه دار شه، بدون اینکه اصلا هیچ گونه در واقع از اون جدیتش کم بشه، میتونه به راحتی برایت نرولی رو استفاده کنه. عطر واقعا خوش دستیه. و رسیدیم به سه تا عطر آخر. عطر شماره 3 دیور اوم کلون. چرا اوم کلون رو گفتم و اوم اسپورت رو نگفتم؟ اوم اسپورت به خاطر اینکه جنریک تره و در واقع از اون فضای متشخص عطرای دیور اوم توش کمتر دیده میشه. دیور اوم کلون اون فضا رو بیشتر داره به خاطر اینکه زنبق توش خوب به کار رفته و میتونم بگم یه عطر پودری فرش، انگار که توی ابرا داریم پرواز میکنیم. من احتمال میدم اگه یه روز خنک تو بهش داشته باشیم اون روز این بو رو بده. یه عطر واقعا اسپورت و خیلی عالیه. بو تعطیلات میده، تعطیلات توی جای لوکس ها، نه همینجوری تعطیلات مثلا با اتوبوس برین، نه تعطیلات قشنگ تصور کنه خودتونو تو بیزنس کلاس یا هواپیمای درستابی نشستین داریم میریم مثلا کجا، جامائیکا، بو اون تعطیلاتو میده. و شماره 2 شماره 2 عطر آرتیزان پیور از سری عطرهای جان وارواتوس. وارواتوس یکی از اون برنداست که من واقعا عاشقشم. طراحی لباساشو خیلی دوست دارم، طراحی شیشه عطرش منو دیوانه میکنه و بوهایی که توی این عطرها وجود دارن مخصوصا سری آرتیزان بی‌نظیرن، واقعا بی‌نظیرن. این یکی رو من عمدن انتخاب کردم. خب آرتیزانا زیادن، بوهای اکواتیک دارن، اروماتیک دارن، وودی دارن، سیتروس اروماتیک دارن، ولی من این سیتروس رو انتخاب کردم به این دلیل که این یک سمفونی مرکبات، یک پیاله پر مرکبات پوسکنده نارنگی پرتقال که فقط کافی اینه بندازیم بالا بره. بی‌نظیره بوی نارنگی تو این عطر، واقعا بی‌نظیره. بوی مرکبات این عطر نظیر نداره. میتونم بهتون بگم اگه شما هم جز کسایی هستین که با بوی مرکبات کنار نمیان، این عطر شما رو با مرکبات آشتی میده. در این حد بهتون بگم در قیاس با این میتونم 4711 رو در نظر بگیرم. عطر خوبیه، کلاسیک و شناخته شده است، ولی این بهتره. در قیاس با این میتونم نرولی پورتوفینو از برند تامفورد رو در نظر بگیرم. فکر کنم تقریبا 4-5 برابر این قیمت داره. عطر واقعا خوبیه، ولی تو تابستون در مقابل این کم میاره و این باز بهتره. شاهکار. و نهایتا میرسیم به عطر آخر لیستمون. من سعی کردم همیشه یعنی توی این لیستا عطرایی رو انتخاب کنم که یک در دسترس باشن، 2 امکان تستش وجود داشته باشه، 3 قیمت منصفانه و معقولی داشته باشن. ولی خب اجازه بدید من یه خورده اینجا استثنا رو در واقع بشکنم و از یکی از برندهای دیزاینر به اسم شانل عطر آلور اوم اسپورت رو معرفی کنم. آلور اوم اسپورت یکی از اون عطرایی که من عمرن نمیخرم به خاطر اینکه از شیشه‌اش خوشم نمیاد، ولی خب لعنتی رایش که تو پلاستیک فریزرم بریزن حاضرم ورش دارم ببرم. یه عطر آکواتیک با رایحه مرکبات پرتقال که در واقع یه فضای آلدهیدی خیلی خوب توشه و یه بوی اسپایسی میده که انگار تو هوا هستین. اگه راجع به آلدهید هنوز نخوندین سایت سمور رو، منو قبل از اینکه عصبانی کنیم بریم مقاله نوشین رو بخونیم. و مقاله بی‌نظیره. تو سرتاسر سایت‌های فارسی و حتی بیش از نصف سایت‌های انگلیسی نمیتونی یه مقاله راجع به آلدهید به اون غنا پیدا کنین. واقعا براش زحمت کشیده. شانل آلور اسپورت برای کسایی که طرفدار عطرهای ادویه‌ای هستن ولی خب به خاطر گرمای تابستون نمیتونن عطرهای ادویه‌ای رو استفاده کنن، شماره 1 عطر آخر لیستمون شانل آلور اوم اسپورت رو پیشنهاد میکنم. بی‌نظیره. اگر شانل آلور اوم کلون رو هم تونستیم پیدا کنیم اونم به این لیست میتونیم اضافه کنیم. ولی خب لیستمون اینجا تموم میشه. 10 تا عطر برتر خنک مردونه غیر آکواتیک بود برای آقایونی که از گرمای تابستون کلافه شدن. فقط اینو بهتون بگم یه لیست هست قبل این عطر شماره 1 در واقع عطر شماره 0 باید بذاریم، دوش گرفتنه. سعی کنین تا میتونین دوش آب خنک بگیرین، فرشین، اعصابتون رو آروم شه، بعد یه عطر خیلی ناز و خیلی ملس بزنین، لباستون رو عوض کنین، بریم بیرون. هیچی بهتر از این نیستش که زیر آب سرد خودتون رو خنک کنین. ویدیو اینجا تموم میشه. ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردین. مطمئنم شما هم تجربیاتی دارین از عطرهای خنک تابستونی دیزاینر که میخوایم با ما در به اشتراک بذاریم، پس لطفا زیر این ویدیو کامنتشون بذارین و لطفا یادتون نره که اون دکمه قرمز رو در واقع میشه این طرف دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنین و آبونه سمور بشین و با ما باشین با ویدیوهای بعدیمون. فعلا